خدمت بینندگان عزیز و ارجمند هم عرض بکنم که توی خبرهای داخلی که آقای اخگر خوندن حتما هم مستظر هستید که یه خبری بود، رقابت‌های تکواندو بین‌المللی هامبورگ آلمان با قهرمانی مقتدرانه ایران به پایان رسید. رقابت‌هایی که 3 روز هم بود هفته گذشته برگزار شد با حضور 862 تکواندوکار از سراسر جهان از 62 کشور که ایران هم حضور داشت و با 6 نشانه طلا، 1 نقره و 1 برنز موفق شد قهرمان بشه. میخوایم بحث بکنیم درباره تکواندو، خدمت آقای علیپور هستیم، علیپور مربی و کارشناس تکواندو که به برنامه سود و استدیو تشریف بردن. و خدمت سلام از مهدی خواهش میکنم، سلام دارم خدمت شما و بینندگان و همکاران محترمتون. آقای علیپور، خب رقابت‌های بین‌المللی آلمان برگزار شد، ایران بعد از رقابت‌های جی تو آینتروپن هلند در این مسابقات شرکت کرد و بین 8 نفرشون مدال گرفتن. حالا 8 نفر بودن، 8 نفرشون هم مدال گرفتن. عرضه شما از رقابت‌ها چیه؟ بازم ما خدمتتون عرض می‌کنم، قبل از مسابقات هلند هم من عرض کردم اینجا که انتخاب به جای آقای مغانلو خیلی مثمر ثمر واقع شده. تیم مشخصه که رو برنامه داره پیش میره. خب مسابقات هلند خودتون از نزدیک شاهد بودین، سطحش خیلی بالا بود. مسابقات آلمان یک مقداری از اهمیت کمتری برخوردار بود، ولی انصافا بچه‌ها خوب کار کردن، مدالای خوبی گرفتن و امیدواریم که این روند همین چنین ادامه داشته باشه. خصوصا چهره جوان خوبم رو کرد آقای مغانلو، نشون داد که نگاهش به جوان ها خوبه. یه صحبت درباره چهره جدید بزن. بله، من بازم میگم تو برنامه گذشته ما گفتیم که تکواندو ایران چه از نظر بازیکن چه از نظر مربی پتانسیل خیلی بالایی داره. به نوعی ما اونجا بازیکن سازی ایجاد میشه، تو لیگ بازیکن سازی ایجاد میشه، خب به تبع روند تکاملیشون رو تو اردوهای تیم ملی انجام میدن که آقای مغانلو خیلی خوب رو این قضیه عمل کردن. مسابقات آسیایی هم که شما فرمودین، ما 5 تا 8 خرداد ما تو تاشکند مسابقات آسیایی رو داریم که خب کنار هر خبر خوبی یه سری اشکالات هم هستش. متاسفانه تیم ایران با ترکیب کاملی تو این مسابقات شرکت نکرده تا الان که بنده خبر دارم. ما تو 6 وزن تو این مسابقات شرکت میکنیم. علتش که 2 تا وزن شرکت تا الان چیزی که رو وبسایت فدراسیون هستش، تو وزن اول و سوم ما نماینده نداریم که باید پرسید، باید جستجو کرد دلیلش چی بوده. ولی من فکر میکنم تو این دوتا وزن دست آقای مغانلو بسته تر. آقای علیپور، من با شما صحبت میکردم یه سوالی بود، کره چرا در رقابت هلند و آلمان شرکت نداشت؟ مگه این رقابت ها دوتا رقابت واسه امتیازگیریه، واسه المپیک نیستش؟ چرا؟ ببینین، ما تو سال 2014 و 15 برای تکواندو دنیا برنامه پرکاری رو داریم. مسابقاتی هست که امتیازشون 4 برابر حساب میشه. مسابقات گران پریکس رو داریم که اکتبر در منچستر برگزار میشه و دسامبر تا اونجا که خاطر بنده هستش تو مکزیک برگزار میشه. مسابقات گران پریکس منچستر جیش 4 هست، 4 برابره. خب و مکزیک 8 برابره. یعنی هر مدال طلا 40 امتیازی داره. هر مدال، بله، 4 برابره. اونجا 80 داره. 80 تا داره. اصلا کره خودشون میدونن کجا بوده. دقیقاً. ببین مسابقات اینو ما نمیدونی؟ چرا؟ ما میدونیم. ببینین تو اگر تو رنکینگ الان پایین هستیم دیگه. اگر تو رنکینگ فدراسیون جهانی نگاه کنین، تو هر وزنی کره 3 تا 4 تا نماینده داره. درسته. ما 1 نفر 2 نفر تو بعضی از رنکینگ ها اصلا نداریم. خب طبیعتاً ما مجبوریم تو مسابقات رد پایین‌تر هم شرکت کنیم که رنکینگ بچه‌ها بره بالا. و نقطه پایانی قهرمانی من فکر می‌کنم بسیار خوب دختران نوجوان در رقابت‌های جهانی تایوان بود که تو همین اوایل فروردین هم اتفاق افتاد برای نخستین بار. ما تو خبرام اعلام کردیم، اما خود شما الان حضور دارید، چطور از روی میکنید؟ ما اولین بار هستش که همچین اتفاق خوبی تو تکواندو بانوان رخ میده. به نوعی سال 93 رو با خوبی شروع کردیم، امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه. طبیعتاً اگر به وضعیت ورزش بانوان بیشتر رسیدگی بشه، این نوجوانان سالهای آینده به جوانان و بزرگسالان وارد میشن. امیدواریم فدراسیون این قهرمانان رو حمایت کنه که تو رده جوانان و بزرگسالان هم بتونیم ازشون استفاده کنیم. آقای علیپور، خب الان دیگه نمیتونم ما رو متهم کنم، چون یه زمانی حالا تکواندو حاشیه داشت،
خیلی موفق هم نبودن و صحبت از حاشیه ها و اون جنجال ها میکردیم. الان که دارن یه مقداری بهتر کار میکنن میگم از موفقیت ها صحبت میکنیم، پس با نشون بده یه جایی که موقعی خوب کار نمیکنن باید اون تیغ تیز انتقادای مطبوعات و رسانه ها باشه، اونجا هم که خوب کار میکنن باید بره بعد گفته بشه و تشویق کنه. نشون میگه واقعا کار رسانه ها همینه دیگه. بله این کار رسانه ها همینه. منم تو یکی از برنامه ها خدمتتون عرض کردم، شما هم واقفین، اگر انتقادی میشه واسه بر عداوت نیستش، دشمنی با کسی نداره. درسته. تکواندو کاریم، ورزش کاریم، دوست داریم ورزش کشورمون مقامای بهتری بیاره. هر کس هم انتقادی میکنه چه تو این تلویزیون چه تو تلویزیون های دیگه، هدفش کوبیدن رشته ورزشی نیست. درسته. هدفش اینه که این انتقادات شنیده بشه و رسیدگی بشه بهش. ما بازم میگم امیدوارم مسئولین از این برنامه ها، از این انتقادات نکته مثبتش رو بگیرن و جهت پیشرفت تکواندو در دنیا بتونن استفاده کنن ازش. ممنون آقای علی‌پور. موفق باشین. تشکر از برنامه خوبتون.